موشکاف. رفقای موشکاف سلام. اگه خاطر شریف باشه سید علی بعد از خوردن زهر میدین ژنه هوایی شده بود و فکر میکرد با همون یه قلوب میتونه تحریما رو رتتا. واسه همینم واسه ظریف و باقی ساقیای جام زهر یه تنکیوبری ماچ درست حسابی مکتوب فرستاد. جناب آقای رئیس جمهور، دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر از هیئت مذاکرات هسته‌ای و دیگر دستندرکاران است و می تواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد. تیبیریشم واسه این که قضیه بیخ پیدا نکنه و گنداب ژنو بالا نزنه زور زد تا ریش نسیه ظریف و نقد جلوه بده و حرفای بسیجی پسندشو پخش کنه. And we believe that it's in the interest of every single state in the region as well as all the peoples of the region. دکتر ظریف گفت امنیت در منطقه بسیار مهم است و با به خطر افتادن امنیت یا همه ما امنیت خواهیم داشت یا ناامنی برای همه خواهد بود. این هارت و پورتای ممجواد ظریف مال تلویزویز سید علیه، مهره زهرمال کابینه شیخ فری اصل حرف و تو جمع دانشجوها زد. باید بگویم که غربی ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی ترسند. آیا شما فکر کرده اید که آمریکا که با یک بمب می تواند تمام سیستم های نظامی را از کار بیاندازد از سیستم نظامی ما می ترسد؟ اینجوری بود که ممجواد زیراب سولت مولت سیدعلی رو زد و بادکنک اقتدار ولی فقیه و ترکون. بعدش هم 53 تا از یابوهای مجلس ولایت جوشی شدن و نامه نوشتن که آقا ظریف رو قیچی کنید بندازید تو سطل آشغال. از اون طرف شربت‌مداری هم که همیشه قاتل لازمه رفت تو کار یه جفتک مطبوعاتی تو جناق سینه سیدعلی. وزیر امور خارجه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفت آیا آمریکا که میتواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیستم دفاعی ما میترسد؟ این اظهار نظر نسنجیده از سوی وزیر خارجه کشور و دیپلمات ارشد تیم مذاکره کننده جز بالا بردن دستها به نشانه تسلیم در مقابل تهدید نظامی حریف مفهوم دیگری ندارد. سید علی امامتو یه هوا بذار بالاتر. این نوچه قلم کشت داره به ظریفی که تو بهش کارت صد آفرین دادی جفتک میزنه. دیگه آخه چی ازت مونده عزمای نفله؟ جمع کن برو دیگه. ببینم مگه همین ظریف پس پریروزا راجب غنی‌سازی اینو نمیگو؟ برنامه غنی‌سازی ادامه خواهد داشت هم در قسمت اهداف و هم در قسمت گام نهایی. برنامه غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده. آخه اگه به رسمیت شناخته شده پس چرا این شربت مداری مثل پاپکورن تلق و تلوم میکنه؟ با جرأت میتوان گفت توافقنامه ژنو علیه موجودیت برنامه هسته‌ای کشورمان تهیه و تنظیم شده است. جای جای آن با هدف نهایی توافق کامل فعالیت هسته ایران اسلامی طراحی شده است. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. همینه دیگه، طلسم خرد و خاک شیر سیدعلی همینه. رفقا همه تون شاهد باشی هنوز 2 هفته از زهرخوری نگذشته وضعیت عظما اینه. وای به حال این که هم جرعه‌های زهر اضافه بشه هم زمان بگذره. بشکن بشکن تلسپ سیدعلی حالا حالا ها ادامه داره. این از موشکاف داشته باشی. خون ما امشب زهر بخور پیمونه پیمونه ساقی ما پیکر تو شیخ فریدونه. اونقدر کتا بیاد تو چفشی تو تا بود باز شاهی کنه رفتن جانی جونه.
باشه من نمیمونم من مثل امامیمون بانیه ندارم که بعدی رو نریز من نمیتونم کوس امشب مثل هر شب جام زهر تو دستمه یه گیلاسی خوردم بستمه یه گیلاسی خوردم بستمه یه چشم به تحریما چشم دیگنده هست همه یه گیلاسی خوردم بستمه یه گیلاسی خوردم بستمه من یه تلسک شکستم آخر عقب نشستم جلون کنم اساسی دیگه نپرس کی هستم دیگه نپرس کی هستم Shake it.